به گزارش سهام نیوز، محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به دلیل انتشار نامه پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. مهدی کروبی در این نامه از حسن روحانی خواسته بود در دادگاهی علنی محاکمه شود. مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1388 و از رهبران اعتراضات پس از آن است. در آن نامه او بر موضع خود مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و 88 پافشاری کرده و حاصل تقلب را روی کار آمدن دولتی دانسته که به گفته او فاسدترین دولت پس از مشروطه بوده. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. محمد تقی کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی، میگوید حکم صادره علیه برادرش هیچ مبنای قانونی ندارد و به منظور فشار بر خانواده صادر شده است. این حکم بیشتر جنبه فشار بر خانواده را داره و از این منظر طبیعی است که ما این نوع رفتار حکومت رو شایسته حتی حکومتی که در اقبال آزادی‌های مدنی و سیاسی سیاست سرکوب رو پیش گرفته نمی‌دونیم. نامه پدر ما نامه‌ای بود که پاسخی بود به ادعاهایی که حاکمیت مطرح کرده بود و ایشون خیلی سریع و شفاف خواستار برگزاری دادگاهی علنی شده. طبیعی است که نباید برای کسانی که این نامه رو بنا به خواست پدر تحویل دفتر آقای روحانی دادن و یا انتشار دادن عواقبی به دنبال داشته باشه. محمد تقی کروبی درباره عدم طی مراحل قانونی قبل از صدور رأی علیه برادرش میگوید که به هر حال میدونید در دادگاه انقلاب طی میشه مراحل بسیار ساده و ابتدایی است که با هیچ یک از موازین قانونی و حقوقی حتی آیین دادرسی کشور معنا و مفهومی نداره. محمد تقی کروبی به صدای آمریکا گفت نقض فاحش حقوق متهمان در ایران از جمله شامل عدم تحویل حکم به متهم نیز می شود و تنها اجازه می دهند وکیل متهم حکم را رویت کند.